نایب رویندل صحبت می‌فرمایید. خدا رحمت کنه آقای نایب خان رویندل رو که مربی بود، هم بازیکن ساز بود، هم فداکار بود، هم اخلاق مدار بود. واقعا جا داره باز به جامعه ورزش، به خانواده ایشون، به فوتبالیستای پیشکسوت قدیم تسلیت بکنه. حمید خان دربی صدام با تمام اتفاقاتش به پایان رسید با پیروزی تیم پرسپولیس. شرایط جدول هم که برام پرسپولیس سر جدول چطور پیش بینی میکنید سه هفته پایانی رو و بحث قهرمانی؟ به نظر من بازی‌های خیلی حساسی، هم بالای جدول هم پایین جدول. خیلی زیبا شده امسال بازی‌ها. الان پرسپولیس صدر جدول، دیگه دست خودشه، دیگه بازی‌ها دیگه به اما اگر نیست. اگه بتونه این سه تا بازی رو با برد پشت سر بذاره قطعا قهرمانه، ولی سخته. هم گلگهر، هم پیکان و هم نساجی سه تا بازی سخت داره. حالا با اینکه من توی بازی دربی هم گفتم که سپاهان قطعا امتیاز از دست میده، شما دیدید که بازی اول جلوی ملوان، چون توی فوتبال یک گل تضمین کننده نیست، هر آن ممکنه نتیجه مساوی بشه. به خاطر اینم هر تیمایی که با یک گل میان پیروز میشن تا دقیقه آخر باید مواظبت کنن، و اگه میخوان واقعا پیروزی قطعی بشن به دو گل حتی سه گل میتونه تضمین کننده باشه برای برد هر بازی. ما فیفا دی دوم تورنمنت کافا و تیمایی که حضور دارن با امیر قلعه‌نویی صحبت کرد، گفت که با این شرایط کیفیت تورنمنت پایین شرکت نمی‌کنه و امیدوار بود به حضور تیم کنیا. حداقل کنیا هم که حضور پیدا نکرد، به نظرتون با تیم اول حضور پیدا کنیم اصلا درسته یا تیم دوم رو ببینید؟ ما سال گذشته هم تو خرداد ماه این مشکل رو داشتیم، قرار بود یه سفر به کانادا بریم با کانادا بازی کنیم که این مشکلات به وجود اومد، به دلیل اینکه تیمایی که تو اروپا هستن لیگ ملت‌های اروپا هست و هیچ بازی نه. تو بقیه فیفا دی‌هامون هم همینطور، چون نمیتونیم، فقط میتونیم با تیم‌های آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین یا تیم‌های آفریقایی باید برنامه‌ریزی کنیم بتونیم بازی کنیم. این مستلزم اینه که بتونیم ارتباط خوبی با تیم‌های دیگه بزنیم. اینو باید از قبل پیش بینی کنیم. الان که به قول معروف یک ماه دو ماه مونده، همه تیم‌ها اومدن بستن بازی‌هاشون رو و خیلی سخته که بشه بازی کرد. تو این بازی هم سطحش سطح بالایی نیست، بازی‌های کافا، چون من دیدم چند تا روسیه باشه که مصاحبه، اگه چند تا تیم خوب بود قطعا میتونست کمک کنه به ما، ولی خب باید حتما بچه‌ها، چون اون زمانم دوست داشتن بازی تدارکاتی انجام بدم، باید بازی های تدارکاتی، بازی های بین المللی هم برای تیم ملی بزرگ، هم الان من آقای عبدی رو دیدم ازش میپرسیدم، میگم زمین تمرین هم به سختی پیدا میکنیم، این خیلی بده برای ما، برای تیم ملی نوجوانان اگه بخواد بره، یا تیم ملی جوانان، و حتی امید که هنوز تعیین تکلیف نشده، باید هرچه سریعتر برای این تیمامون دیگه ما باید زمین و بازی تدارکاتی و اینا باید هرچه زودتر انجام بدیم، چون اینا واقعا احتیاج داره. این بازی های تدارکاتی کمک میکنه که تیمامون تو بازی بین‌المللی با مشکل مواجه نشه. متشکرم.